بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید عزیزان و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت، جانجور و طیاب باشین در پناه خداوند مهربان، در زیر سایه بزرگان فامیل، پدر، مادر، پدرکلان و مادرکلان. زندگی خوب و خوش داشته باشید انشاءالله. عزیزان با یک قسمت دیگه از برنامه روشنا در خدمت شما بزرگواران هستیم و همچون دیگه روزهای چهارشنبه در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار هستیم و از حضوریشون استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و همچنین شما مجری عزیز. متشکرم از شما خانم عالمی. همونطور که بینندگان عزیز ما هم میدونن در روزهای چهارشنبه بحث در باب مسئله حجاب هست که یک مسئله دشواری است بیشتر برای هموطنان از ما که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، چون در داخل افغانستان قاعدتا یک مقدار جامعه سنتی است و بسیاری از سوالات ایجاد نمیشه در ذهن ها، ولی وقتی که مردم در خارج از افغانستان میرن، در کشورهای دیگه میرن، در کشورهای اروپایی، آمریکایی و دیگر کشورها میرن، مردم دیگر را نگاه میکنن با فرهنگ‌های متفاوت، ممکنه در ذهنهایشون یک سوالاتی راجع به مسئله حجاب ایجاد شود که قاعدتاً به عنوان یک مسلمان باید تلاش بکنیم که این سوالات پاسخ داده شود و بفهمیم که چرا در دین اسلام، دین از ما تأکید شده به اینکه خانم ها حجاب داشته باشن. و یکی از مهمترین سوالاتی که خانم عالمی مطرح میشه است که شما هر وقت که میگید که حجاب داشته باشین، مسئله حجاب رو مطرح میکنین، مثلا میخوام میگید که خانم ها باید حجاب داشته باشن به خاطر که جامعه به سمت صلاح بره، جامعه به فساد کشیدن نشوه و آقایان این خانم های بی حجاب را که میبینند ممکن که به گناه بیافتند. ولی سوال است که خب آقایان نگاه خودشان را بگیرند و به خانم های بی حجاب نگاه نکنند. چرا آزادی را از خانم ها سلب میکنید؟ میخواید که مرد به گناه نیفته، زن را آزادیش را محدود میکنید. خب همین کار را برعکس کنید، یعنی قوانین حجاب را نداشته باشیم، در عوض و در بدل قوانین برای نگاه آقایان داشته باشیم، یعنی بگیم که آقایان نباید نگاه بکنن. اینطور میشه؟ بله، کلا وقتی بحث از حجاب مطرح میشه همیشه و تمامی نقطه نظرات، انتقادها و توصیه ها متوجه زن میشه. اینطور است که همیشه زنها مورد خطاب قرار میگیرن. بله، که پوشش چه سبکی باشه، چه رقم باشه، کجا تا کجا. بله بله، همیشه زنها هستن که در سطح جامعه مورد یا شماتت قرار میگیرن که چرا خب زنها حجاب ندارن، چرا اینطور هست، مردها گناه میافتد. و از او طرف در مورد نوع پوشش مرد، حیا و عفاف و حجاب مرد هیچ گونه سخنی گفته نمیشه. این بله معمولا کاملا در این قضیه خب همه ساکت هستن و به حال خودش رها شده، در صورتی که همونطور که میبینیم خب اجتماع ما تشکیل شده از زن و مرد. بله. زن و مرد در یک اجتماع، اینها در کنار همدیگر زندگی میکنن. همونطور که زن موظف هست که در اجتماع حجاب خودش رو رعایت کنه، برای که به خاطر خب اون مسائل اجتماعی و امنیتی، چه حالا به لحاظ روانی چه به لحاظ اجتماعی، مرد هم موظف هست که یک سری قواعد و مقررات داره که مربوط به خود نوع پوشش اونها میشه، اونها را رعایت کنه تا این امنیت واقعی در جامعه شکل بگیره. پس بالاخره یک کوتاهی در این زمینه صورت گرفته که همواره زنان مورد خطاب و تاکید قرار گرفتن و مسائل مردان مخفول مانده همینطور هست، در صورتی که ما در دین خود این کمبود و نقص را نداریم. یعنی همونطور که ما قبل از اینکه وقتی به آیات شریفه قرآن کریم مراجعه میکنیم، قبل از اینکه خداوند متعال در قرآن به زن حد و حدود و نوع پوششش را توصیه کنه و تاکید کنه، در آیه قبل از سوره نور، آیه 31، خب مربوط به نوع پوشش زن، ما قبلا هم در برنامه‌های قبلی مفصل صحبت کردیم که به چه شکل بوده. در آیه قبلش، یعنی قبل از اینکه وارد بحث پوشش زن بشه، خداوند متعال اینجا اومده در آیه 30 مردان را مورد خطاب قرار دادن. یعنی قبل از اینکه وارد بحث حجاب در مورد زنان بشه، مردان را مورد خطاب قرار داده که می‌فرمایند در آیه شریفه که مردان نگاه خودشون رو، اون نگاه هدفمند خودشون رو که حالا ممکن هست نگاه جنسی باشه یا هر نگاه دیگه‌ای، اون نگاه خودشون رو از زنان قطع کنن، این چنین نگاهی رو نداشته باشن. یعنی در مرحله اول وظیفه مردان است که نگاه نکنن، یعنی اول مردها رو مورد خطاب قرار داده و بعد زنان رو. یعنی تو بحث نگاه که اولین تقریبا میشه گفت قدم برای حفظ عفاف و حجاب هست، هم بحث نگاه هست، چه در زن و چه در مرد بحث نگاه هست که اومده اول مرد رو مورد خطاب قرار داده و بعد زنان رو. چرا که خب از لحاظ روانشناسی و بیولوژی هم خب این مورد پذیرش همه هست، یعنی همه قبول دارن که مردها از لحاظ روانشناسی نسبت به نگاه خب حساس هستن تا زنها. زنها خب اون حساسیت های بصریشون خب خیلی کمتر هست نسبت به مردها. مردها به لحاظ بصری حساس هستن و از اون طرف خب خانمها خب همه قبول دارن که به لحاظ شنوایی خب حساس هستن. و شاید خانم هایی که برنامه رو نگاه میکنن این تجربه رو داشته باشن که مثلا در یک جمعی باشن، در بازار باشن، خدای نکرده یک نفر باشه که یک مقدار در دلش مشکلی باشه. آقا نگاه میکنه، اون نگاه خیره رو احساس میکنه، حس میکنه. دقیقاً همینطور هست، اون نگاه خیره همیشه از سمت خانم ها حس میشه و این برمیگرده به همون طبیعت و فطرت مرد، از همون خلقت مرد که خداوند متعال خب مرد رو به همین شکل آفریده، نسبت به مسائل بصری خب حساستر هست، یعنی حساس هست مرد. پس وظیفش سنگین‌تر است در زمین و اینجا وظیفه مرد هست، یعنی در وهله اول وظیفه مرد هست که نگاه خودش رو کنترل داشته باشه. البته ما هر نگاهی رو نمیگیم، مثلا وقتی مرد و زن در اجتماع قرار میگیره یا حتی در یک اجتماعاتی کوچک فامیلی قرار میگیرن، خب ممکن هست مردان و زنان نامحرم زیادی هستن در فامیل ها هستن که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، کسانی که هستن با هم دیگه خب دخترم و پسرمو هستن، اینها ارتباطات فامیلی دارن. ما هر نگاهی رو که نمیگیم این نگاه باید قطع بشه، نگاههایی که ناپاک باشه و هم نگاههایی که خب وقت در زمانی که دو طرف با هم دیگه گفتگو میکنن، یک نگاه گذرا و کاملا از لحاظ انسانی خب اینها دو نفر با هم دیگه گفتگو میکنن، ما این نگاه رو نمیگیم چون ناچار هستن افراد. یه خانمی که میره دکان میخواد خرید کنه، خب این ناچار هست با فروشنده صحبت کنه و یک جاهایی ممکن هست خب اینها به هم دیگه نگاه بندازن. این چیز خیلی طبیعی است، اینطور نیست که خب خانم ها همیشه سرشون پایین بشه، آقایون سرشون پایین بشه. خب ما یک اینطوری واقعا ارتباطات اصلا خیلی دشوار میشه. این خداوند متعال هم خب یک جاهایی رو خب خیلی تساهل و تسامح قائل شده در این مباحث، ولی خب اینطور نیست که ما بگیم که اینها همه نگاه‌هاشون رو باید بپوشونن، مردها باید چشماشون رو ببندن. میگن که نه خب چون من به گناه نیفتم، که به گناه نیفتم. جوان‌ها رو می‌بینیم که نگاهشون به زمین است و به هیچ وجه در بالا نگاه نمیکنن، از ترسی که خدای نکرده نگاهشون به نامحرم بفتن و خیلی کم پیدا میشه. ولی خب پیدا میشه، خب اون کسایی هستن که اینطوری هستن، ولی خب همین نگاه مردها هم باید مدیریت بشه. غیر از اینکه نگاهشون رو کنترل کنن که حالا بگیم نگاه خیره، خیره همون چیزی که خداوند متعال در قرآن گفته غض بصر، یعنی نگاهی که خیره خیره هست، اون نگاه رو کنترل بشه. غیر از اون باید نگاه مدیریت بشه، یعنی نگاه مرد به زن از اون حالت جنسیتی باید خارج بشه. این همطور نباشه که همیشه خب تا اسم زن میاد اینها با خودشون میگن خب یک جنس زن هست، نگاه جنسیتی به زن داشته باشن. این نگاه ابزارگونه‌ای، این فکر که البته برمیگرده، این نگاه باز برمیگرده به اندیشه و تفکر مردها، برمیگردن تو جامعه ما که متاسفانه من خب در یک قشر خاصی یک زمانی یک جای تحصیل میکردم و این خیلی بولد بود که زن همیشه یک ابزاری هست، یعنی تا اسم زن میاد، همونطوری که در قرآن میگه که مثلا زن مثلا خب خیلی جلب توجه میشه، حالا از یک به تعبیر خاصی ازش اشاره میشه. این رو واقعا مثلا در یک اجتماعات خاصی واقعا به زن یک نگاه کاملا ابزارگونه هستن. حتی ممکن است اینها افرادی باشن که خب خیلی استفاده ابزاری نکنن. ها تبلیغات ممکن است تو بعضی رسانه ها، تو بعضی اجتماعات، تو بعضی شرکت ها، نهاد ها تبلیغات ابزاری از آنها بشه، اما بعضی اجتماعات خاص، بعضی از جریان ها هم هستن که به زن نگاه ابزارانه دارن. یعنی میگن خب تا اسم زن میاد، خب این زنه، پس موجب فساد هست. به عنوان یک فرد انسانی نگاه نمیکنن. نگاهشون رو وظایف باشن. واقعا برمیگرده به نگاه و اندیشه و تفکر خود مردها برمیگرده. این غیر از اینکه نگاه باید کنترل بشه، باید مدیریت هم بشه. یعنی مردان ما در جامعه از زمانی که پسر هستن و دارن کم کم به سن رشد میرسن، باید اینها در خانواده ها به اونها آموزش داده بشه که زنها یک موجودات انسان هستن. یعنی همیشه به اونها آموزش نمیگن که اصلا بچه بگن خب توی زن دیدی باید فرار کنی، که بعد ببینید این زن همیشه زن تو رو تحریک میکنه. این یه چیزی که در خانواده ها، در بعضی از خانواده ها حتی مذهبی هم خب جوانان و نوجوانان ما آموزش داده میشه. خب اینا وقتی که به یک سن خاصی میرسن، از سن بلوغ، خب واقعا ترس و واهمه دارن از جنس زن. و خانم عالمی، من فکر میکنم بخی کسر شأن یک مرد مسلمان هم هست که خدا اینقدر ضعیف ببینه در برابر یک جنس مخالف خودش که بترسه وقت او را میبینه و دوست نداشته باشه که حتی یک لازم با او همراه شد، از ترسی که به گناه نیفته. تلاش برای که انسان به گناه نیفته یک تلاش بسیار ارزشمند هست، اما همونطور که شما فرمودید مدیریت رابطه بسیار مهمه، خیلی اهمیت دارد. و از اون طرف هم قطعا شکل ظاهر شدن زن در جامعه هم خیلی مهم هست. ما نمیتونیم بگیم که خب مرد نگاه خودش رو مدیریت کنه، اندیشه و تفکر خودش رو در مورد زن باید به اون حد متعادل برسونه که زن رو یک نگاه انسانی داشته باشه، و از اون طرف بگیم خب نه زن پس آزاد هست، حالا به هر شکلی که میتونه. دو طرف باید رعایت کنه. از این طرف زن هم موظف هست به شکل یک انسان در شما خودش رو ظاهر کنه. اگه زن بیاد با جاذبه های جنسی خودش رو در جامعه عرضه معرفی کنه، دیگه جامعه هم را یک همون شکل می‌بینه. دقیقاً همون برداشتی که خود زن با ظاهر خودش در جامعه داره، همون برداشت رو خب مرد همون نگاه رو به اون میکنه. اگه زن با جاذبه جنسی وارد جامعه بشه، خب مرد نگاه جنسی داره. اگه به صورت انسانی وارد بشه، مردی که فکرش رو مدیریت میکنه، اندیشش و نگاه خودش رو کنترل میکنه، با این فرد کاملا یک رفتار و یک تعامل انسانی داره. و اینجا واقعا خیلی ما میتونیم بگیم که یک اجتماعی رو میتونیم داشته باشیم که کاملا در امنیت هست. یعنی وقتی که مردها، یکی از آثار عفاف و حجاب در مردها این هست که امنیت اجتماعی تأمین میشه. بله. چون اون طرف قضیه ناامنی اجتماعی، ناامنی اخلاقی، یک سرش خب آقایان هستن. درست هستن. اگر زنها هر چقدر هم که عفت نداشته باشن، حیا نداشته باشن، وقتی مردها به اون قواعد عفت و حیا را رعایت کنن، خب این جامعه در امنیت به سر میبره. و از طرفی هم وقتی که مردها یعنی دو طرف خانم عالمی باید رعایت کنن، و به ویژه آقایان، چون او کسی که بار ناامنی بدوشش هست، آقایان کسی انجام میده آقا هستش. چرا که اون ناامنی رو ایجاد کننده ناامنی، او کسی که هدف قرار میگیره خانم هست، زورشون کمتر است. او کسی که زورش بیشتر است ناامنی ایجاد میکنه. دقیقاً همینطور هست. یعنی در یک جامعه یک زنی که بدحجاب هست، خب وسیله یک اختلاف یا جرم رو در جامعه وجود میاره، ولی اون کسی که مرتکب جرم میشه مرد هست. و قطعاً این حجب و حیا و حجاب مرد، او کنترل نگاه و مدیریت نگاه مرد در جامعه باعث میشه که اول از همه در جامعه امنیت برقرار بشه. بله. و بعد خود همین حجاب و عفاف و عفت مردان باعث میشه که زنان هم ترغیب پیدا کنن به سمت حیا و عفاف. چرا که وقتی که زنی که خودش رو خب در جامعه عرضه میکنه، اون زنانی که میبینه که خریدار نداره، خب اینا مشتری هست که هیچ خریدار نداره، کسی به اینها توجه نمیکنه، خب بعد از یک مدت اینا دیگه دلزده میشن، دل سرد میشن، برای اونها دیگه جذابیت نداره خب عرضه کردن خودشون. و اینطور هست که خب این هم یکی از پیامدهای دیگه حجب و حیا در مردها این هست که خب این واقعا ممکن هست خب در زنها هم این حجب و حیا رو پدید بیارن. و مسئله دیگه هم مطرح میشه این هست که غیر از این که خب مردها اون نگاه خودشون رو باید کنترل کنیم، فقط بحث نگاه نیست که بگیم که مرد فقط باید نگاه خودش رو کنترل کنه و بس، یعنی دیگه هیچ وظیفه دیگه برعهده‌اش. و فکر میکنم یکی دیگه از اون توی احادیث خب خیلی زیاد اومده، غیر از احادیث و فقها هم که اومدن گفتن یکی از مسائلی که در پوشش بهش خیلی تاکید کردن این هست که پوشش باعث ایجاد مفسده در جامعه نباشه. و این مفسده رو خب هم برای زن مطرح کرده و هم برای مرد. این پوششی که زن در جامعه داشته باشه و ایجاد مفسده نکنه، چه پوشش برای مرد هم همینطور هست، یعنی پوشش مرد هم در جامعه باید طوری باشه که ایجاد فساد نکنه. چرا که زن هم موجودی هست که احتمال ای داره که خب تحت تاثیر قرار بگیره، هم انسان هست و غریزه داره و خیلی طبیعی است. و ما متاسفانه الان می‌بینیم در جامعه خب بسیار در مورد هم پوشش آقایان لباس‌های وجود داره که اصلا مناسب نیست و واقعا وقتی که یکی آقایی لباس رو میپوشه خب ببینیم بسیار جلب توجه میکنه بلاها خیلی، یعنی واقعا اینطور هست که خب شاید برخی از خانم‌ها واقعا شرم کنن که برن بیرون اصلا، چون ممکنه خب بالاخره همه همونطوری که حالا شاید همین حالت برای آقایان هم پیش بیاد که بگه خب بعضی خانم‌ها با یک ظاهر در جامعه حضور پیدا میکنن که ما شرم میکنیم که در خیابان‌ها راه بریم. واقعا برخی از خانم‌ها خب با دیدن همین صحنه‌ها خب واقعا شرم میکنن که اینها اصلا با همچین افرادی گفتگو کنن، اصلا چون ممکن است در یک جایی باشن که مجبور باشن با این افراد گفتگو کنن. و واقعا این پوشش چرا؟ خب برای آقایان هیچ وقت گفته نشده که، چون همیشه آزاد بودن در پوشیدن لباس‌هایشان. و حتی ما می‌بینیم که ممکن هست خب خیلی از آقایان در خانواده‌هایی که مذهبی هستن می‌بینیم در روی پوشش دخترانشون خیلی حساس هستن، ولی روی پوشش پسرانشون زیاد تأکید ندارن و متأسفانه می‌بینیم که پوشش‌های خیلی متضاد بین دختر و پسر خانواده. من خیلی زیاد دیدم در همین همشهری خودمون که دخترانی هستن که بسیار عفیف محجبه، ولی از اون طرف پسرانشون بسیار در پوشش آزاد هستن. اینها از لباس‌های بسیار نامناسبی که اصلا در شأن و خانواده نیست اینا استفاده میکنن. وقتی بهش میگه خب مرد است، اشکال نداره، مرد است، مرد که مشکلی نیست برای و حتی ممکن است همین مردها باز خودشان بدون برای روی خانواده و همسرانشون، روی دخترانشون اینا حساس هستن، ولی به پوشش خودشان متاسفانه هیچ دقتی. ناخودآگاه خانم عالمی بزرگوار، ما تلاش میکنیم که قربانی یک حادثه نشویم، قربانی نباشیم در زمینه افتی و پوشش نامناسب. کسی که مثلا مورد حمله قرار بده، مورد هجمه قرار بده، امیر کوشش میکنیم دخترای از من قربانی نشن، ولی متوجه نیستیم که وقتی که یک مرد از خانواده از ما با یک پوشش نامناسب به خیابان برمی آید، ممکنه چقدر ناامنی روانی ایجاد بکنه و دلمون به این خوش است که نه خب مرد است و زور داره، هیچ وقت قربانی نمیشه. اینطور نیست که مثلا یک خانم تحت تاثیر قرار بگیره، حمله کنه خدای نکرده و مورد تجاوز قرار بده مرد از ما و پسران از ما. دلمون به همین خوش است، ولی متوجه آثار روانی و اجتماعی منفی قضیه نیستیم. بالاخره روان خانم ها هم مهم است. همونطور که یک مرد مسلمان و عفیف وقتی میبینه در خیابان در سرک خانم های با حجاب نامناسب هستند و آقا آزار میبینه، از این جهت خانم ها هم امیر رقم هستند. پس وظیفه هر دو طیف، هم زن و هم مرد، هست که حجاب و پوشش خودش را رعایت بکنه. اگر اجازه بدین خانم عالمی بزرگوار، یک برنامه رو ببینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تشکر. بینندگان عزیز و بزرگوار، شماره تماس مثبت 964 780 255 43 پل ارتباطی است بین ما و شما بزرگواران. میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوع این برنامه دارید، اگر الان روان کنید میتونید ان شاءالله در همین برنامه با سوالات شما بزرگواران پاسخ دادم. شواید میان برنامه را میبینم و برمیگردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را میجویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم و غم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر خم نموده ای و زنجیرهای بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتم و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیه‌اش بر تمام نعمت‌های بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و بزرگواران. همچنان بیننده برنامه خودتون برنامه زنده و مستقیم روشن هستید. شماره تماس مثبت 964 780 255 43 را از یاد نبرید. بزرگواران میتونید که هر کدام سوال و یا انتقاد و پیشنهاد در مورد برنامه خودتون دارید از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. همچنان ما در فضای مجازی هم حضور داریم، در یوتیوب، آپارات، توییتر، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که برنامه خودتان را دنبال بکنید و قسمت‌های گذشته را اگر از دست دادید ببینید. همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. خانم عالمی، در مورد شبهات و سوالات پیرامون حجاب صحبت میکنیم و یک شبهه، یک سوال، یک مسئله‌ای که مطرح میشه است که مگر نه که خانم عالمی بزرگوار ما بسیار میبینیم کسایی که حجاب را هم رعایت میکنن، چادری میندازن، بسیار خانم ها ممکن با حجاب باشن ولی معتقد به این حجاب نباشن و بسیار گناهان را انجام بدن در حالی که چادر و روسری به سرشان است. و برعکس خانم هایی که ما در خارج، کسایی که در کشورهای خارجی رفتن میبینن کسایی که حجاب هم ندارند اما انسان های بسیار دلپاک هستند و گناه نمیکنند. آیا کفایت نمیکنه که دل انسان پاک باشه؟ دل پاک باشه دیگه حجاب مسئله نیست. حجاب یک ظاهر است، یک ظاهری که میتونه انسان با دل ناپاک همین ظاهر را داشته باشه. آیا دل پاک کفایت نمیکنه؟ در جواب این سوال میشه چند تا نکته رو گفت. اول اینکه اون افکار و ارزش ها و باورهای هر فرد با اون چیزی که اعمالی که از او سر میزنه، اینها یک رابطه مستقیم داره. یعنی وقتی یک فرد یک عملی از او سر میزنه، این عملش نشان دهنده افکار او هست. بله. و ارزش هایی که بر اندیشه او حاکم هست. یعنی او اندیشه های او هست که او رو مجبور میکنه که او رفتار از او سر بزنه. درست هست؟ بله. اگر انسان مجبور نباشه نمیتونه. همینطور هست. او مختار هست. این کسی که اختیار داره اون کسی هستش که خب رفتارش تحت کنترل اندیشه ها و افکار او هست. یعنی ارزش های او رفتارهای او رو نشون میده، افکار او رفتارهاش رو تولید میکنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یک فردی، چطور میتونیم وقتی که یک شخصی که حجاب نداره بطور مثلا با یک ظاهری که نامناسب هست از لحاظ دینی وارد جامعه بشه و بگه خب من دین رو قبول دارم. خب کسی که به این شکل در جامعه ظاهر میشه یعنی میخواد بگه که من خب دین رو قبول ندارم. در اصل اون با خودش میگه خب من قلبم پاک هست، من دین رو قبول دارم، همه اون معقولات معنویات رو میپذیرم، ولی خب نمیتونم با حجاب کنار حجاب رو خوش ندارم. حالا حتی ممکن است نماز هم بخونه یا یکی بگه که نه من نماز نمیخونم. خب این چطور باوری هست که خب تو وقتی که با ظاهر خودت به این شکل در جامعه وارد میشی، در اصل داری افکار خودت را و او اندیشه و عقاید و جهانبینی خودت رو بروز میدی و به همه میگی که خب من عقیدم و اندیشم در مورد دین من این هست. خب دین من حالا هر چی هست، اگه من مسلمان هستم دین اسلام رو اختیار کردم، خب من وقتی با این شکل در جامعه ظاهر میشم طرف مقابل میفهمه که این مسلمان است. شما الان وقتی که در یک کشور اروپایی وارد میشید، خب با هر شکلی که وارد بشید شما رو همون شکل میپذیرد. شما اگر بروسری وارد یک کشور اروپایی بشید به شما چی میگن؟ میگه خانم مسلمان است. درست است؟ یا اگر یک شخص غیر مسلمان وارد کشور ما بشه، خب از اون ظاهرش مشخص هست که مسلمان نیست. درست. پس این ظاهر نشان دهنده او افکار، عقاید و جهانبینی طرف هستش. یعنی طرف این شخص او باورهای خودش رو با شکل ظاهری خودش به بقیه افراد نشون میده. و یعنی من نمیتونم بگم که من مسلمان هستم ولی مثلا حجاب را رعایت نمی کنم یا قوانین پوشش را قبول ندارم، چون این قوانین پوشش بخشی از اسلام است. اگر من مسلمان هستم حقیقتا و از لحاظ قلبی ایمان دارم به اسلام، باید که پوشش خودم را هم طبق معیارهای اسلامی بسازم. دقیقا همینطور است. و نکته دوم این که هست که خب بعضیا میگن خب حالا ما حجاب را قبول نداریم ولی خب دلمون پاک هست، خب ما هیچ قصدی از اینی نیتمون پاک است، هیچ قصدی از این که بخوایم در جامعه مثلا حجاب نداشته باشیم، بی‌حجابی داشته باشیم نداریم، فقط دلمون میخواد با این شکل در جامعه ظاهر بشیم. خب این اسلام نمیپذیره، چرا که او آسیب هایی که این شخص در جامعه متوجه بقیه میکنه این آسیب ها را واقعا در نادیده میگیره. چرا اون طرف ممکن است واقعا یک مخصوصا در بین نوجوانان ما خیلی رواج داره. چرا نوجوانان ما به او حد از بلوغ فکری و عقلی نرسیده که بخواد او در زمینه های مذهبی و عقیدتی به یک ثباتی رسیده باشه؟ اینها معمولا چون تحت تاثیر جبهه و گروه هایی که قرار دارن، حالا یا اختلافاتی که ممکن هست در عقایدی در خانواده هست، یا اجباری که در برخی سختگیری های خیلی بیموردی که در خانواده هست، ممکن است ما حتی در خانواده خیلی مذهبی میبینیم که نوجوانایی دارن که از بلحاظ پوششی کاملا نامناسب در جامعه ظاهر میشن. و وقتی باشون صحبت میکنیم میگه من هیچ قصدی ندارم. واقعا وقتی باشون صحبت میکنیم پاکی و اون صداقت از کلامشون مشخص است که اینها چقدر نوجوانان پاکی هستن، ولی ظاهرش رو وقتی نگاه میکنی کاملا یک برداشت دیگه میکنی، چرا که با اون ظاهر خودش وقتی وارد اجتماع میشه این پیام‌های خیلی ناگواری وارد جامعه میکنه. مدام به او جنس مخالفش پیام جنسی وارد میکنه، یعنی در جامعه وقتی ظاهر میشه کاملا او با اون فطرت خودش این رفتارهاش کاملا متفاوت هست. ما به این دست از افراد میگیم که این قلب پاک داشتن، دل پاک داشتن واقعا کافی نیست، باید که در رفتار خودشون هم باید اینها را لحاظ کنن، چرا که دین اسلام همونطور که یک دین قلبی است، همونطور میگم در برنامه قبل هم گفتیم لا اکراه فی الدین، یعنی عقاید، ایمان و اعتقادات و دین قابل اکراه نیست، یعنی افراد نمیتونن ایره مجبور کنن خودشونو که یه عقیده را داشته باشن. ولی حالا که این عقیده را داری، این عقیده و او باور را داری، در کنار عقیده و باور خودت باید عملت هم درست باشه. یعنی همیشه در قرآن هر جایی که از ایمان آمده از عمل صالح هم گفته. و باز خانم عالمی بزرگوار، یک خطر دیگه که پیش میاد در این زمینه که بسیاری از انسان‌های بسیار پاک و معصوم همونطور که شما فرمودید را ما می‌بینیم که مثلا نماز را خوش می‌دارن چون در خلوت با خداوند صحبت می‌کنن، پس نماز سر وقت می‌خوانن، حتی بخی ممکنه که نماز شب بخوانند، یا مثلا مراسمات مذهبی را خوش می‌دارن چون احساس خوبی برشان دست میده، باز حجاب را خوش نمی‌دارن چون احساس میکنن که آزادیاشون سلب شده. یعنی به صورت گزینشی برخی از قسمت‌های دین را میگیرن، برخی قسمت‌های دیگر را رها میکنن و باز خود توجیه میکنن به این مسئله که دل پاک باشه و اینها. ولی مسئله است که وقتی که یک بار انسان وارد این مسئله گزینشی انجام دادن مسائل دینی شود، دیگه ادامه دارن. امروز حجاب است و فردا یک مسئله دیگه گزینش میشه برای که رعایت نشود و باز ما ممکن که فقط حجاب را به عنوان یک گزینش انتخاب بکنم که رعایت نکنم، دیگه مسائل رعایت میکنم. خب یک نفر دیگه میبینه که حالا که بحث انتخاب است، دیگه میتونم که از دین خودم هر چیزی که دوست میدارم، خوش میدارم انتخاب کنم، دیگه چیزایش را رها بکنم، اون چیزای دیگه را رها میکنه. ممکن که خدای نکرده بعد از 40 سال 50 سال همین جامعه گزینشی یک جامعه شوه که دیگه کلاگی مردم نه نماز بخوانند، نه مراسمات مذهبی را انجام بدن، نه حجاب داشته باشند، نه پایبندی به قواعد دینی داشته باشند. یک جامعه دینی با همین رفتار گزینشی که خوش دارم خوش ندارم 50 سال بعد یک جامعه کاملا غیر دینی شود. واقعا همینطور هست. ما برای همین هست که در قرآن خداوند متعال همیشه بحث عقیده را در کنار عمل صالح همیشه آورده. یعنی گفته اگر شما عقیده دارین، اگه در بحث عقایدتون خب محکم هستید و این را قبول دارید، پس عمل صالح هم انجام بدین. عمل صالح چیست؟ عمل به همین واجبات هست، یعنی انجام واجبات خودش میشه عمل صالح، همین برپایی نماز، اقامه نماز، روزه، هم بحث حجاب که وقتی ما میبینیم که متاسفانه در جوامع اسلامی ما از کجا شروع شده و از همین مباحث حجاب شروع شده. فقط اینطور نیست، این اصلا از زمان گذشته های خیلی دور بوده که دشمنان اسلام اولین چیزی رو که آمدن هدف قرار دادن بحث حجاب بود. در کشورهای مستعمره فرانسه مثل الجزیره که کتاب الجزیره در مورد خاطرات فرانسه الجزیره رو بخونیم می‌بینید که زمان‌هایی که استعمار فرانسه در الجزیره بوده، یکی از اهداف بلند مدت اونها و خیلی هم که تاثیر گذاشته هم بحث حمله به حجاب زنان بوده. این همیشه بحث تهاجم فرهنگی که میگن یکی از مهمترین مسئلهش همین بحث حجاب زنها چون بوده. خواهی نخواهی در کشورهای اسلامی مسئله حجاب به عنوان نماد و پرچم اسلام دقیقاً همین فرست. این نشانه اسلامیت از که شخصی که مسلمان هست خب همون اول که نمیاد بگه که خب من نماز میخوانم، اعتقاد دارم، اصول دین، که از اون نمیپرسن. اون چیزی که دیده میشه ظاهر و او پوشش زن و مرد مسلمان هست. ولی خب زن متفاوت است، چرا که مرد هم ممکن است یک پوشش یک شخص اروپایی از یک مسلمان هم ممکن است خیلی بهتر باشد. مردها این کت شلوار مرتبی که این برخی از اروپایی‌ها میپوشند، مردها خیلی پوشششون واقعا اگر حالت اون پوشش رسمیشون رو داشته باشن، پوشش خیلی کاملی هست. و همیشه این زن بوده که متوجه این امر بوده و خیلی روی اون قضیه خب از سوی دشمنان اسلام کار شده و این متاسفانه همین بحث گزینش که شما فرمایید شروعش از همین مباحث ظاهری بوده. چرا که خانم عالمی اگر اجازه بدید من یک سوال از شما بپرسم، شما در حد 2 دقیقه اگر همین سوال از من پاسخ بدم، چون وقت برنامه‌ام رو در اتمام است. این سوال مطرح میکنن که آیا قوانین و قواعد حجاب یک تبعیض منفی بر علیه زنان نیست؟ قطعا اینطور نیست، چرا که ما یک تبعیض روا داریم، یک تبعیض ناروا داریم. تبعیض ناروا یعنی که مثلا به زن بگن که خب تو چون زن هستی حق نداری به دانشگاه بری، حق نداری درس بخونی. شاید در سالهای خیلی دور خب این خیلی رواج بود در خانواده که تو یک سنف خاصی دخترها درس میخوندن، میگفتن خب حالا که میتونی که خب این دارو رو بخونی، میتونی این نوشته رو بخونی، فلان کتاب رو میتونی بخونی، دیگه بس است دیگه، همینقدر کافی است. به این میگن تبعیض ناروا. اما او جایی که تبعیض منشأش برمیگرده به او تفاوت‌های کارکردی و مصالح زن و مرد، اینجا دیگه تبعیض کاملا روا هست. به طور مثال به یک زن خب مسائل داخل خانه، تربیت فرزند، اینها به زن واگذار شده و از اون طرف مسائل اقتصادی به مرد واگذار شده. اگر بخوایم مثلا زن رو مجبور کنیم که خب بره بیرون از خانه کار کنه، خب خیلی از زنها ممکن است این توانایی رو نداشته باشن. به این میگن تبعیض ناروا. اما اینجا که وقتی بحث حجاب پیش آمده، وقتی میگیم حجاب زن به این شکل باشه، حجاب مرد به این شکل باشه، آیا اینجا تبعیض وارد شده؟ نه خیر. چرا؟ چون زن به لحاظ فیزیکی و به لحاظ روانشناسی اون شکل ظاهری و کارکردش با مرد متفاوت است. زن حساستر هست، زن آسیب پذیرتر هست در جامعه. بنابراین وقتی میگن زن تو جذاب هستی، باید این قسمت از بدنت پوشیده باشه. موهای تو جذابتر هست، باید پوشیده بشه. گردن تو جذابتر هست، باید پوشیده بشه. از اون طرف به مرد میگه خب چون تو نگاهت حساس‌تره، پس نگاهت رو کنترل کن. این کاملا یک تبعیضی هست که مطابق با خصوصیات و ویژگی‌های تکوینی و تشریعی زن و مرد هست. باز بسیاری تبعیض‌ها هم برای مردها قائل شدن. مثلا مرد وظیفه‌اش است که کار کنه و خرج خانه رو بده. شاید یک مرد بگه که وظیفه بسیار سنگین است، من نمیتونم، ولی وظیفه‌اش است که باید انجام بدم. طوری که باز برای زن هم حجاب یک چیزی است که باید داشته باشه. بسیار تشکر میکنم از شما خانم عالمی بزرگوار، بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان بزرگوارم، با لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم عالمی از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.